شنوندگان و بینندگان برنامه تلویزیونی رنگین کمان، برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به مسئله به رویدادهایی که در تبریز با شعارهای در واقع قوم‌گرایانه و با شعارهای مرگ بر کرد و مرگ بر فارس، در اونجا گروهی دست به این کار زدن و همچنین در مجموع برخوردهای از این دست که قبلا ما در کردستان شاهدش بودیم، بعد هم در خوزستان. میخوایم یه مقدار این رویدادها رو روش صحبت بکنیم، توضیحاتی که پیرامونش داریم توضیحاتی رو ارائه بکنیم. برنامه امشب بیشتر اختصاص میدیم روی این موضوعاتی که این رویدادهایی که در واقع افتاده، در مورد مسائل برنامه و مسائل این که چگونه باید مشکلات اینچینی رو در کشور حل کرد، مسئله عدم تمرکز، مسئله حقوق در واقع اقوام مختلف، مناطق مختلف کشور، اینو در یه برنامه دیگری حتما قول میدیم داشته باشیم که بیشتر تخصصی تر دوستانی که در این زمینه تخصص دارن برخورد بکنن، به این مسئله دعوت بکنیم بیان اینجا صحبت بکنن. ولی برنامه امشب رو سعی میکنیم که برخورد سیاسی ما نسبت به این مسائل چی هست، به این رویدادها چی هست، نیروهای جمهوری خواه، نیروهای دموکرات چی برخوردی میکنن. مسلماً برخورد چهار سازمان، دوستانی که از چهار سازمان در اینجا هستن به عنوان بخشی از نیروهای دموکرات کشور ما هستیم، برخورد دیگر نیروها هم حتما در این زمینه برخورد کردن که حتما این کارو کردن، و ولی ما به عنوان این چهار جریان چجوری میبینیم، چگونه برخورد میکنیم با چنین رویدادهایی. برنامه امشب رو با آقای مهمنه شروع میکنیم، با آقای نارنجی پی میگیریم، بعد آقای هوتن صحبت میکنن و در پایان من. ما برنامه رو در دو دور، در دور اول هر کدوم از دوستان میتونن 5 دقیقه نظراتشون رو مطرح بکنن و در بخش دوم هم 5 دقیقه هر کدوم از دوستان نظراتشون رو میشنویم، و اگر روی حرفای هم دیگه دوستان دیگه نظری دارن هم میتونن عنوان بکنن. آقای مهمنش بفرمایید. اول از همه سلام میکنم خدمت دوستان در میزگرد و خدمت بینندگان و شنوندگان محترم. در توضیحاتی که دادین، همونجوری که فرمودین، در تبریز و خوزستان در اهواز یک سری تظاهراتی صورت گرفته. خب این تظاهرات در اهواز مردم به خاطر مرگ یک شاعر عرب زبان بوده و به خاطر بی‌اعتمادی که به جمهوری اسلامی دارند و به حق تظاهرات و اعتراض کردند و به این نظر بر این نظر بودند که این شاعر رو بهش سم دادن، هرچند که پدر ایشون اظهار کرده که چنین چیزی نبوده. به هر حال اونجا یک تظاهراتی صورت گرفته تا اونجایی که مسئله علیه ایران و فارس و اینها نباشه، خب معلومه که مورد پشتیبانی همه ماست. و دوم در تبریز معذرت میخوام که اونجا یک به اصطلاح توی مسابقه تراکتور و استقلال یک سری شعارهایی علیه ایران داده میشه و به نفع ترکیه و به نفع حمله به کردهای ترکیه و این کردهای معذرت میخوام حمله به شمال سوریه و کردهای اونجا، و این نکاتی رو در بر داره که به هر حال باید بررسی بشه. و به نظر من خب این حالتی که ایجاد شده در درجه اول مسئولش جمهوری اسلامیه، برای اینکه جمهوری اسلامی 40 سال تو این الان تو این کشور حکومت کرده با دیکتاتوری و خودکامگی
و تمام اتفاقاتی که میفته مسئولش به گردن، مسئولیتش به گردن اونهاست، چرا که اونها شرایطی رو به وجود آوردن که ایرانیانی که این همه به خصوص آذربایجان و تبریز و اینها، این همه ایرانی های آزاده داشته، از ستارخان و باقرخان گرفته تا کسان دیگر، افراد دیگری که در از این خطه بودن، میبینیم که الان شرایطی پیدا شده که میتونن شعار بدن و علیه ایران شعار بدن و در دفاع از ترکیه. این مسئولیت به خاطر اینه که خب جمهوری اسلامی از همون روز اولی که اومده شروع کرده به تفرقه انداختن، اولش به حقوق مردم رو زیر پا گذاشتن. از روز اول اینها شروع کردن به اعدام افسران بدون دادگاه، بدون بررسی حق و حقوق اینها. بعدن گرفتن سفارت آمریکا و تمام این جدا کردن مردم از همدیگه با هدف بوده. هدفشون هم اینه که حکومت خودشونو امتداد بدن، حکومت خودشونو، بقای حکومت خودشونو حفظ بکنن. و با گرفتن مثلا سفارت آمریکا، امروز دیگه همه میدونن که هدفش انداختن حکومت دولت آقای بازرگان بوده و یکی از اهداف مهمش. به هر حال این بعد اومدن مسئله شیعه و سنی رو مطرح کردن، دشمنی با سنی ها. واقعا که بسیاری از رهبران سنی رو اینها کشتن و ما شاید همه درست خبر نداشته باشن، ولی یک جنگ مخفی اونجا را انداختن و به طور دائمی رهبران اینها رو میکشن. اختلاف انداختن بین مردم ایران، بین به اصطلاح شیعه ها و طرفداران یهودی و دین یهودی و طرفداران دین مسیحی و طرفداران مذهب زرتشتی و غیره و غیره، و بهائیان چه رفتاری که با بهائیان انجام نمیدن. از طرف دیگه باز همین افراد یک دشمنی انداختن بین با رفتاری که با کردها دارن، با به اصطلاح به خصوص هموطنان عرب زبان ما در خوزستان دارن، یک رفتار بسیار بدیه و این رو باید قبول کرد و اونجا اینها دارن باز جدایی ایجاد میکنن، با کشورهای منطقه جدایی ایجاد میکنن، با آمریکا ستیزی و غرب دارن دشمنی میکنن. همه اینها با هدف انجام میگیره و هدفشون بقای این حکومته. باید اینجا واقعا اون هموطنانی رو که به طور کلی تو صحبتاشون به عرب‌ها میپردازن و برخورد میکنن و کاری که اعراب 1400 سال پیش حمله به ایران کردن رو بهانه میکنن و به عرب و هموطنان امروزی ما هم در این بین برخورد میکنن، باید به این هم برخورد کرد و واقعا این کار ناشایستیه، محکومه و این خلاف اصول دموکراتیکه. ما در هر جا که مسئله قومگرایی و مسئله دخالت دین در حکومت اینها قاطی بشه با مسئله اداره کشور، اونجا با اشکال برخواهیم خورد. مسئله ما یک جامعه ناهمگونی میخواییم از انسانهای متفاوت که هستیم، همه متفاوتیم با هم دیگه، از هم دیگه، و اینها میخواییم که این انسانهای متفاوت از هم دیگه با حقوق مساوی و برخورداری از حقوق انسانی و شهروندی خودشون در صلح و آرامش در کنار یکدیگه زندگی کنن. خب تقسیمات کشوری برای انجام و تسهیل کارها و غیره اون مسائل دیگریه که دوستان گفتن در برنامه‌های بعدی بهش برخورد خواهیم کرد، ولی هدف ما باید در راه اول دموکراسی باشه. دموکراسی هم حکم می‌کنه که جامعه‌ای داشته باشیم از انسان‌های مساوی الحقوق و که به حقوق و آزادی‌های همشون احترام گذاشته میشه. متشکرم.
بله بفرمایید آقای نارنجی. امیدوار هستم که مسائل دیگه ای رو که شما فکر میکنید که از اهمیت برخوردار هست برای این برنامه بفرمایید. بله ممنون. با درود خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه و عزیزان حاضر در این گفتگو، چند وقت پیش من این صحبت ها رو البته در تایید صحبت های آقای مهمنش میخوام ادامه بدم و جنبه های دیگه رو مطرح کنم، که مطرح شد در روزهای بزرگداشت کوروش بزرگ، از جمله شعارهایی که داده میشد، خب شعارهای مختلف داده میشد، ولی یکیش خیلی تو ذهن نشست: ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. این رو داشته باشیم، بعد بریم تو جریان مسابقات فوتبال استقلال و تیم تراکتور که شعارها بر علیه کردها داده میشه، شعارها بر علیه فارسها داده میشه و به تأکید و تأیید از اقدامات ترکیه داده میشه، پرچم کشورهای ترکیه و آذربایجان در هوا میره توسط ایرانی های موجود، بعضی تک و توک اون هم ایرانی های موجود در استادیوم، و پلاکارد بلند میشه که انتخاب کنید یا یوگسلاوی یا چکسلواکی. اینها معنی داره، اینها به اتفاق سر زبون اون تعدادی که اینها رو بلند بلند فریاد میزدن نیفتاد. اینها بسیار با ظرافت فرمول بندی میشن و میندازن سر زبون آدمهایی که راحت تحریک میشن و از طرف کسایی این کار صورت میگیره که خودشون عاملین هستن. عاملین کیا؟ یا عاملین جمهوری اسلامی و یا عاملین نیروهایی که به خارج از ایران رفتن. و حس به قول معروف احساسات جریحه‌دار شده جوانها رو اینجوری به بازی میگیرند. کسانی که از جمهوری اسلامی دل خوش ندارند به خیال اینکه این شعار عوامانه‌ای که داده میشه اینها عربن ایرانی نیستن، نه خیر، همه این ملاها ایرانی هستند، همه این افراد موجود در حکومت جمهوری اسلامی از بیت رهبری تا پایینش ایرانی هستند، به عربستان و عرب ربطی نداره. اگر هم مسلمانند قرآن و عربی میخونند به عربستان و عرب ربطی نداره. در نتیجه چرا میان شعاری رو مطرح میکنند در روزی که یکی از روزهای به قول ما رو باستانی ایران هست، پاسداشت یکی از روزهای باستانی ایران هست، بیان مطرح بکنند که ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. این جز انداختن نفاق هدفمند چه معنی دیگه میتونه داشته باشه؟ یا اون وقایعی که توی ورزشگاه فوتبال در تبریز اتفاق میفته چه معنایی جز این میتونه داشته باشه که ما به دنبال ایجاد نفاق بین مردمان ایران هستیم، که ما به دنبال ایجاد اختشاش و جنگ داخلی هستیم؟ یوگسلاوی و مجارستان انتخاب کنید کدام یعنی چه؟ و چه کسی میاد چنین چیزی رو مطرح میکنه؟ کسی که دلش برای مردم خودش میسوزه؟ حالا حتی اگه بگیم فقط هم به مردم منطقه آذربایجان فکر میکنه، بعد از جنگ آرزو میکنه؟ قطعا نه. این سوال از طرف هیچ نیروی مسئول و معتقد به حل معضلات اجتماعی از راه دموکراتیک و با اتکا به اراده مردم مطرح نمیشه هیچ وقت. پس اینها هدفمند مطرح میشه. بستر داره اینها البته که چرا بالا میگیره، چرا در بزنگاه ها میاد و اینجوری میشه محور اخبار و اذهان رو دربر میگیره. اینا هدفمنده. یک سری بسترهای واقعی وجود داره که اینها بر اساسش میان که سوء استفاده بکنن.
هم از طرف جمهوری اسلامی و هم از طرف نیروهایی که افراطی و از نظر خودشون میخوان مشکل رو حل بکنن، اما تنها کمک میکنن به بدتر شدن وضعیت و کمک کردن به اتفاقا خود جمهوری اسلامی در سرکوب کردن بیشتر. من فعلا قطع میکنم اینجا صحبتامو و بستر این اتفاقات رو در دور بعدی با هم صحبت. مرسی آقای نارنجی. آقای رضایی بفرمایید. احساس میشه که دوستان هر کدوم به بخشایی از این، به جنبه‌ای از این موضوع میپردازن، ببینیم که شما سخنانتون در این زمینه چی هستش. بفرمایید. خواهش میکنم. با سپاس از بینندگان شما و شنوندگان شما و همچنین جناب مهمنش، جناب نویدی و جناب لیماکشی، والا بحثی که داره مطرح میشه کاملا درسته. ما نمودای خیلی مشخصی رو هم داریم. این بحث زمینش در این استش که دامن زدن به ناسیونالیسم افراطی از همه سو، به نظر میاد این یکی از کارهاییش که وزارت اطلاعات و کلن اطلاعات جمهوری اسلامی داره روی این قضیه خوب کار میکنه و سالهاست داره این زمینه فراهم میشه. سالهاست وقتی که من به دلیل علاقه شخصی که به فوتبال ایران دارم و پیگیری میکنم، تمام بازیهای تراکتورسازی به نوعی تبدیل به یک راهپیمایی به قول معروف مطالبه خواهانه برای مسائل قومی و هویت طلبی است و بیشتر به انگیزه های، حتی انگیزه های جدایی و این هم توش مطرح میشه. سال هاست اگر تبریز تشریف برده باشید و اونجا مثلا کسی از اقوام نزدیکان زندگی کنه، مردم کوچه و بازار و مردم عامه مبنای مثلا حتی تفریحاتشون تلویزیون آذربایجان و تلویزیون ترکیه است، از اونجاها دارن خوراک میگیرن. ما این نمودایی هم پیدا میکنیم وقتی میبینیم تو جنبش سبز، همیشه تبریز تو جنبش های اجتماعی جامعه ایران از زمان مشروطه یا حتی قبل از اون و بعد از اون یکی از قوی ترین به قول معروف حضورا رو داشته. ولی تو جنبش سبز دیدیم درست سرکوب سنگین بود، ولی شیراز و اصفهان و یزد و اینها بیشتر نمود داشتن تو جنبش سبز تا تبریز. و من از اتفاق اونجا بودم، توی یه دو هفتهی که اونجا بودم مشاهدات میدانی بود که جوانا خیلی هاشون میگفتن که اگه خاطرتون باشه یک دو سال قبلش راجع به مسئله اون کاریکاتوری که بود یه تحرکاتی شده بود، گفتن خب تهرانی ها یا جاهای دیگه فارسا مثلا حمایت نکردن از ما. ببینید اصلا نگاه به این سمت خیلی شدیده. این یکی از، حالا من تو قسمت دوم بحثم میخوام به این بپردازم که یه مقدار آسیب شناسی هم بشه. این دقیقاً با به قول معروف یه مقدار معادلات منطقه‌ای و اینها هم همزمانی داشت. کما که دیدیم کشور ترکیه توی جریان روند تحولات سوریه یه مقدار بازنده بود. نیروهای که اون آورد توی کوبانی اون رو برخورد باش شد و ترکیه خیلی هم اعتبار بین‌المللیش رو خیلی از دست داد، هم توی معادلات منطقه‌ای و توافقاتی که شد برای حفظ دولت بشار اسد احساس میکرد که کاملا بازی رو باخته. الان با این داستان و با این جایگزینی که نیروهای آمریکایی رفتن بیرون و نیروهای ترکیه اومدن و این اتفاقات افتاد، احساس که اومدن و جمهوری اسلامی یه مقدار کورنر شد و در انزوا قرار گرفت و اون علارغم این همه سرمایه گذاری 40 ساله رو بحث‌های نفت و اینجور چیزا نتونست اون شرایطی رو که میخواست جلو ببره و از توافقات اصلا کنار گذاشته شد رسماً. این یه مقدار حتی دیدیم اردوغان شروع کرد اظهار نارضایتی کردن از سیاست‌های جمهوری اسلامی و حتی تو مجلس ترکیه به حمایت از هواداران تراکتور که همچین کاری کرده بودن صحبت میشه. این نشون میده که این پیوستگی‌ها بسیار زیاده.
من فقط یه اشاره‌ای دارم که اینا علارغم اون بحثایی است که توی اپوزیسیون ایرانی رو بحث سیاست‌های عدم تمرکز، دولت‌های غیر متمرکز و نظام‌های غیر متمرکز داره مطرح میشه، یه بحث دیگری است. این بحث بحث هویت طلبی‌های خیلی افراطی است از هر دو سو، همونجوری که اشاره شد، و شدیداً داره دامن زده میشه و اینو می‌بینیم توی بزنگاه‌هایی داره نتیجه میده توسط اون نیروهایی که دارن روی این تضاد و روی این اختلافات کار می‌کنن، مثل جنبش سبز. و اونجوری که باید و شاید حمایت عامه بیاد پشت یه همچین جنبش فراگیر و سراسری نمیاد و انقدر به قول معروف تقلیل پیدا میکنه اون جنبش سراسری که همسنگ به قول معروف مطالبات هویت طلبانه یه سری جریاناتی که خب مشکوک هستن، احتمال وابستگیشون بسیار بسیار زیاده، اینها داده میشه. از طرفی حالا تو قسمت دوم صحبتم من میخواستم یه مقدار اشاره کنم به آسیب شناسی خود اپوزیسیون و اینکه ماها یه مقداری باید پرکاری بیشتری داشته باشیم در فرصت‌های بعدی. سپاسگزارم. مرسی. من فکر می‌کنم که صحبت‌ها اونجوری که آقای میمنش شروع کردن و آقای نارنجی در ادامه در واقع بیشتر باز کردن این بحث و آقای رضایی هم در این قسمت به جنبه‌های دیگری از این مسئله که جنبه در واقع تاریخی تر داره، چرا اینا به اصطلاح تحت تاثیر هستن، من میخوام اینجوری مطرح بکنم که ما حکومت جمهوری اسلامی چه در برخورد با اپوزیسیون ایران و چه در برخورد به کشورهای همسایه یا در سطح جهانی یک سیاست بسیار باثباتی رو از همون اول شروع کرده و اون هم یه سیاستی که بتونه تفرقه ایجاد بکنه و حکومت بکنه. یعنی این یک چیز مرکزی توی سیاست حکام هست. حالا فرق نمی کنه اینها از چه گرایشاتی باشن، کلن این مثل اینکه فلسفه آخونده هاست که چگونه میتونن تفرقه بندازن و حکومت بکنن. ما نمونه های زیادی طی این 40 سال داریم که در این زمینه مشخص در واقع تفرقه اندازی بین اقوام ایران نمونه های بسیار مشخصی داریم. یک اون در رابطه با کردستان از گروه های اسلامی حمایت میکردن، اسلامیست های کرد حمایت میکردن در مقابل احزاب دموکرات کرد که ما نمونهشون بعدن دیدیم که بخشایی از همونها در مجلس اون اقدام تروریستی رو که انجام دادن شاهدش بودیم. در واقع اون نیرو به نوعی دست پرورده خود جمهوری اسلامی بود. در مسئله آذربایجان این مسئله فوتبالی که آقای رضایی مطرح کردن، این دیگه از اون تیپ کارایی هست که خیلی روشنه، یعنی همه به راحتی میتونن بفهمن که این سازماندهی شده هست. بله گرایشاتی از اون آدمهای به اصطلاح کوچه و بازار که میتونن پان ترکیست هم باشن، ولی همزمان میتونن عوامل جمهوری اسلامی باشن که اینجا و اونجا برای اینا خدمت بکنن. اصلا 20 سالی هست که در تمام مسابقات ما میبینیم که اینا وقتی مسابقه در تهران میشه یا تبریز میشه به راحتی مرگ بر فارس میگن. ما نشیدیم هیچ موقع این مجموعه بیاد بگه مرگ بر جمهوری اسلامی. ما نشیدیم اینا بگن مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر یکی از این سران این رژیم. ولی مرگ بر فارس رو به راحتی گفتن و خیلی هم برایشون بسیار، هیچ کس هم حتی یک بار هم نشد بگن که یک فردی از این مجموعه دستگیر شد. و اخیراً هم که ما شاهد این بودیم که اینها مرگ بر کرد در شرایطی که حکومت ترکیه کشتار میکنه در واقع منطقه‌ای رو که متعلق به کرده هاست، پاکسازی قومی میکنه، به این افراد این امکان داده میشه که راحت بیان اونجا شعار بدن و بگن مرگ بر کرد. ولی باز هم ما ندیدیم که کسی از اینها مؤاخذه بشه یا دستگیر بشه.
یعنی ما در واقع این موضوع بسیار پیچیده‌ای هست، چون از این طرف خود جمهوری اسلامی از این مجموعه استفاده میکنه برای اینکه بین مردم تفرقه بندازه، از طرف دیگه حکومت‌هایی که رقیب جمهوری اسلامی در منطقه هستن از این گروه‌بندی‌ها حمایت میکنن، از این دستجات حمایت میکنن، و متاسفانه بخشی از مردمی که گروه‌ها سازمان‌هایی که میگن ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، یا حتی گروه‌هایی که در واقع میگن خیلی ادعای میهن پرستی دارن، اونها هم به این مسائل دامن میزنن. یعنی اونها هم به جای اینکه دموکراسی محور مبارزه‌شون باشه، همبستگی در واقع ملی، همبستگی سراسر ایرانی برای دموکراسی باشه، اونها هم به این مسئله دامن میزنن، حمایت میکنن از این چنین حرکتایی. وقتی که این گروه ها دست به چنین کارهایی میزنن ازشون حمایت میکنن، و برخی از اینها هم که اصلا خب ما میبینیم دیگه، در واقع نارنجی گفتن اینکه ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، شعارهای ناسیونالیستی از این دست، ارزون از این دست میشه گفت، اینها در خدمت چی هست؟ یعنی همه این افرادگرایی ها در خدمت ایجاد چنین وضعیتی هست که در یک مقطعی به نفع یک نیروی در واقع ضد مردمی مثل اردوغان میشه که پاکسازی قومی داره میکنه در مناطقی از سوریه. اینه که مجموعه نیروهای دموکرات در اینجا باید خیلی هوشیار باشند. من اینو قبول دارم که هوتن جان شما میگید که باید آسیب شناسی بشه، حتما این موضوع باید آسیب شناسی بشه و حتما مجموعه نیروهای دموکرات، همونطوری که گفتی ما کمکاری کردیم، باید راجع به مسئله حقوق مردم، حقوق همه مردم، حقوق کرد و عرب و نمیدونم بهایی و آذربایجانی و همه مردم ایران، چه حقوقی هر ایرانی داره غیر از حقوق، مثلا مجموعه میگیم حقوق شهروندی، ولی ما اینو باید بتونیم توضیح بدیم که همه مردم بفهمن که این برنامه‌هایی که کشورهای رقیب جمهوری اسلامی سازماندهی می‌کنن، این برنامه‌هایی که برخی از گروه‌های تجزیه طلب دارن، این برنامه‌هایی که برخی از کشورهای به اصطلاح منطقه دارن به پان ترکیزم یا دامن می‌زنن، یا حالا پان عربیزم دامن می‌زنن، اینها بر ضد دموکراسی در ایران است. ما باید اینو بتونیم توضیح بدیم، ندادیم. آقای میمنش بفرمایید، ادامه بدید به بخش دوم این بحث. ببینید همون جور که دوستان اشاره کردن، به خصوص آقای لیماکشی، مشکل اصلی ما مسئله دموکراسیه. یعنی چی؟ یعنی که ما حقوق آزادی درست و حقوق آزادی نداریم، نمیتونیم حکومت خودمون رو تعیین کنیم، حکومت زورگویی داریم و که مملکت رو به نابودی کشونده در همه زمینه‌ها تقریبا، و این رو باید عوض کنیم. خیلی ها عوض این که به این مسئله واقعی بپردازن، میرن مسئله دیگر رو میخوان عمده بکنن، فکر میکنن راه حل اونجاست. میگن یه نفر داشت زیر یه چراغی دنبال یه چیزی میگشت، گفتش که یکی رسید گفت این دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال کلیدم. گفت مگه تو نگفتی که کلید تو خونت گم کردی؟ گفت چرا، ولی اونجا روشن نیست، اینجا روشن، من میگردم دنبالش. یعنی یه جای دیگه دارن دنبال مسئله میگردن، دنبال راه حل مسئله میگردن، جایی که آسون تره. در صورت که این راه حل نیست. واقعا تمام کوشش جمهوری اسلامی از اول تا حالا همونجوری که اشاره شد این بوده که تفرقه بندازه، اصلا تفکر ایدئولوژیک این نظام. ببینید مسئله قصاص، قانون قصاص و
و قوانینی که در مورد قضاوت در 200 سال بعد از به اصطلاح پیغمبر تدوین شد، اینها قوانینی الان عقب افتاده است. توی قوانین مدرن قضاوت یک چیزی هست به نام کلکتیو شولد، یعنی گناه جمعی، این رو محکوم میکنن. شما نمیتونید بیاین بگین که آقا مثلا اعراب تمامشون فلانن، تمامشون به اصطلاح وطن پرست نیستن یا ضد ایرانن و اونها رو محکوم بکن، همه این آدم ها رو محکوم بکنید که عرب زبانن یا غیره، یا بالعکس ترک ها بیان بگن که فارس ها مسئول همه این وضعیتی که هستن که ما گرفتارش هستیم. چرا؟ چون شما باید در مورد هر کس که میخوان یک جنایتی یا بزهی یا به اصطلاح به کار غلطی رو ثابت کنین، باید در مورد همون شخص طبق قوانین مدرن دموکراتیک باید ثابت کنید که اون شخص مسئول بوده، اون شخص این کار رو کرده، نه اینکه به طور کلی. و این تفکر به اصطلاح مسئول کردن یعنی تقصیر دادن به کل جامعه، به جای تقصیر رو دادن به افرادی که واقعا مسئول هستن و در رأس کار هستن، این تفکر تا یه حدی به نظر من مسئول اینه که حاکم شده توی اذهان و باعث شده که ما همه میهو به طور کلی میگن فارس اینجوری، عرب اونجوری، ترک اونجوری و غیره. و این مسئله ای که فقط موقعی حل میشه، فقط موقعی ما میتونیم یه راه حل درست براش پیدا بکنیم که حقوق شهروندی حاکم باشه، یعنی یک حکومتی باشه که مراقب حقوق، رعایت حقوق و آزادی های مردم باشه و این رو با تمام قوا سعی کنه که ازشون دفاع کنه. این حکومتی که میاد خودش بدون دلیل میگیره افراد رو اعدام میکنه، میکشه و با دلیل های بسیار مسخره و کارهای بسیار مسخره این کارا رو میکنه، خب مسلمه که این تفکر رو میبره تو جامعه و این ته ذهن همه افراد که آقا اینا همشون به اصطلاح سنی ها همشون کفر میگن، اون یکی ها همشون گناهکارن، اختلافات رو اینها کشوندن تا سطح خانواده و نوائل، یعنی افراد خانواده با هم دیگه میرفتن هم دیگه رو لو میدادن بزرگ و این رو حکومت تشویق میکرد. و این جمهوری اسلامی در واقع به نظر من این تفکری که حاکمه در کشور ما مسئول این جریانه. و همونجوری که دوستان هم اشاره کردن، باید اپوزیسیون دموکراتیک در واقع با این برخورد کنه، برخورد روشنی داشته باشه و سعی کنیم روز به روز بیشتر روشن کنیم که این راه حل نیست. راه حل مشکلات ما استقرار دموکراسی در کشوره و البته تقسیم به اصطلاح مسئولیت های اداری و غیره در سطح کشور، در سطح استان ها، که اون هم توجه باید کرد هر انسانی، هر ایرانی در هر جای کشور که هست باید همون حقوق داشته باشه. خیلی از این افراد میان میگن فدرالیست، 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 مثل آلمان، مثل آمریکا. شما برین تو آلمان، برین تو آمریکا نگاه کنید، ببینید کدوم آلمانی میاد در اون کشور بگی آقا اینجا فقط مال نمیدونم پروساست و پروسا فقط میتونن اینجا حرف بزنن یا اینجا حکومت باید پروسی باشه. اینجوری نیست. همه انسانهایی که تو اون کشور زندگی میکنن همشون حقوق مساوی دارن. خب توی استانهای تقسیم شدن، رأی میدن، یک استانی رو انتخاب میکنن، اون استانها کارهایی که دولت مرکزی شاید نمیتونه انجام بده اونا انجام میدن و همه کارا رو اونا انجام میدن. کارهایی که میمونه دولت مرکزی و هیچ نمیتونن انجام بدن باید دولت مرکزی انجام بده. اون فرق میکنه با اینکه بگیم قومیه، ما یه قوم رو میخوایم جدا کنیم، میخوایم بریم یه کار دیگه بکنیم. اون فدرالیسم در واقع این اون اینجا حاکم نیست. هی نگیم که فدرالیسم نمیدونم فدرالیسم فدرالیسم، اینجا
همه انسان ها در همه نقاط کشور حقوق مساوی دارن و این رو باید توجه کنن دوستان که این حرفا رو میزنن. متشکرم. مرسی آقای مهمنش. آقای رانجی بفرمایید. بله ممنون. ببینید فارس های ایرانی بدون عرب های اهواز و خوزستان یک قسمت بزرگی از اگه به بدن تشبیه بکنیم از بدن ایران ناقص خواهد. آذری های ایرانی بدون کورد های ایرانی مثل انسان کور خواهند. فارس ها و عرب ها و ترک ها و آذری ها و کورد های ایرانی بدون بلوچ های ایرانی مثل انسان لال خواهند. از هر طرفی بگیریم این مردمان گوناگون ایران آنچنان به هم پیوستگی دارند که نبود یکیشون در واقع ضربه بزرگی به بقیه است. ضربه هلاکت بار. بریم توی جزئیاتش، توضیحات بیشتری میشه در این زمینه داد. به این خاطر کسانی که دنبال این هستن که از بسترهای موجود برای کشاندن مردم ایران به مقابله استفاده بکنن موفق نخواهند شد. ضرباتی ممکنه بزنن و زدن تا کنون در تاریخ معاصر کشورمون. تشنج‌هایی به وجود خواهند آورد. پروسه حل معضلات اجتماعی رو باز هم عقبتر خواهند انداخت. ولی نهایتا موفق نخواهند شد. مردم ایران به هم پیوستگی های قوی دارن که به این سادگی ها گسسته نمیتونه بشه. ضربه میتونه بخوره. اگه ناآگاهانه رفتار بکنیم ضربه میتونه بخوره اگه هوشیار نباشیم، ولی از هم گذشته نخواهد. هر نیروی هم در جایگاه خودش مسئولیت داره. حکومت مسئولیت داره و مسئولیت بسیار بزرگی داره در این زمینه. اما هر نیروی دیگه هم چه در اپوزیسیون چه در مجموعه تشکل‌های مدنی، حرکت‌های مدنی، یک شاعر، یک نویسنده، یک فرد به عنوان شهروند ایرانی، هر کسی در جایگاه خودش مسئولیت داره. همه ما باید به این مسئله فکر بکنیم که اقداماتمون به کجا منجر میشه، چه نتیجه‌ای رو خواهد داد. من در ادامه صحبت قبلم می‌خواستم این موضوع رو اشاره بکنم که نقش حکومت رو این وسط نشون داد. سه روز پیش، چهار روز پیش بازنشستگان ایران در تهران اعلام تجمع کردن برای اعتراض به وضعیت تنظیم بودجه‌ای که دولت کرده و به هر حال اعتراضاتی که نسبت به این تنظیم بودجه داشتن که به هیچ چیز به نفع بازنشستگان درش وجود نداره و به ضررشون هم هست. خب اعتراض کردن، اعتراض هم حق هر شهروندی در هر حکومتی باید باشه. اما از روز قبل دوروبر بهارستان رو کنترل کردن، نذاشتن این تجمع اعتراضی مسالمت آمیز اعلام شده از قبل برگزار بشه. اما در ورزشگاه فوتبال تبریز آن شعارها داده میشه، آن پلتفرم ها اعلام میشه، کسی هم مانعشون نمیشه. حالا یه هفت نفری هم گرفتن چون یکم فوش و چند تا زد و خورد فیزیکی این برون داره پیش اومد، یه چند نفر هم گرفتن یا شلوغی کردن که عصرش یا فرداش آزاد کرد. ولی کسایی که از حقوق مناطق مختلف ایران، حالا اسمشون رو قوم بذاریم، سر این میتونیم با هم بعدن صحبت بکنیم، سر فدرالیست میتونیم با هم صحبت بکنیم، سر اون چیزی که با هم اشتراک داریم این هستش که
در مناطق مختلف ایران شرایط برابر وجود نداشته. در مناطق مختلف ایران وضعیت ها به یکسان، منابع به یکسان، امکانات به یکسان تقسیم نشده و نیست. حقوق برابر برای کسایی که در شرایط برابر نیستن حل کننده مسئله نیست به تنهایی. حقوق برابر 100% باید باشه، ولی به تنهایی این کافی نیست. باید فراتر از این رفت برای حل مسئله ای که در ایران باش مواجه، این گوناگونی که در ایران باش مواجه. بستری که اتفاقا باعث میشه هم جمهوری اسلامی بتونه ازش سوء استفاده بکنه و هم افراطیون، هویت گرایان افراطی و غیر و غیر ازش سوء استفاده بکنه، دقیقا همین پیشینه تاریخی است که در کشور ما وجود داشته و این تبعیضی است که مردمان مناطق مختلف با خون و پوست و جان خود اینو لمس کردن. این اعتماد سازی پروسه‌ای است باید آغاز بشه با تایید بر خواستهای حق و مطالبات بر حق مردمان مختلف ایران. بدون این مسئله ما نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. اما آنچه که امروز باهاش مواجه است در مقابل این حرکاتی که میشه در اهواز، شاعری که 4 ماه پیش 3 ماه پیش در زندان بوده میاد خونش مریض میشه میره بیمارستان، هیچ کسی نمیتونه با قطعیت بگه که علل مرگ این عزیز شاعر عرب ما چه بوده، اما بستری میشه برای اعتراضات مردم و طبعا هم بستری میشه برای سوء استفاده جمهوری اسلامی و سوء استفاده هویت گرایان و به قول معروف افراطیون ملی قومی. این دو جنبه رو، یعنی این دو جهت مبارزه ما نیروهایی که خواهان حل معضلات اجتماعی از راه‌های دموکراتیک مسالمت آمیز با اشتراک نیروهای مختلف و غیر و غیر هستیم، این هست که این دو جنبه رو به یکسان مورد حمله و نقد قرار بدیم. حرکات سوء استفاده چیه حکومت، حرکات تبعیض‌آمیز حکومت، حرکات سرکوبگرانه حکومت به جای پاسخگویی و حل مشکلات مردم، و از اون طرف اقدامات تحریک‌آمیز هویت‌گرایان افراد. این دو جنبه رو نباید فراموش بکنیم که با هر دو تا برخورد کنیم، و فراموش نکنیم بستری که این حرکات درش وجود داره با امیال ما از بین نمیره. مرسی، مرسی آقای نارنجی. من فکر میکنم خود این برنامه ما یک چی میگن جمعی که ما اینجا هستیم، حداقل من از شمال ایران هستم، به اون معنا که میگم فارس نیستم، شما که از کردستان هستید، هوتن رو نمیدونم که از کجا هستش، یعنی ما در واقع مجموع ما خوبیش هم در همینه که امر دموکراسی رو امر مرکزی، امر به اصطلاح مشترک میدونیم، و این هم میدونیم که یک کشور یک پارچه هستیم که باید با اون نیروهایی که شما به درستی مطرح کردید باید مبارزه بشه، یعنی باید با حکومت که منشه همین کار هست مبارزه بشه، و همچنین با خودمون که طرح داشته باشیم، برنامه داشته باشیم که مشکلات کشور چجوری میخوایم حل بکنیم. این مشکلات میشه حل بشه اگر همه ما دست به دست هم بدیم. نیروهای افراطی رو، نیروهای به اصطلاح خارجی رو که مداخله میکنن، جمهوری اسلامی اینها رو به اصطلاح تا حدی میدونیم که موضعشون چی هست. ماها هم باید به اصطلاح فعالتر برخورد بکنیم. آقای رضایی شما بفرمایید در ادامه صحبت‌ها، شاید همین نکته آخری که آقای نارنجی گفتن یک زمینه بشه با اون آسیب شناسی که شما مطرح کردید، چگونه باید آسیب شناسی بشه و چگونه باید برخواهش من. من والا در تایید صحبت جناب مهمنش، جناب نارنجی و خود شما، واقعیتش خب همه میدونن ارتباط خیلی تنگاتنگی بین مدیریت باشگاه‌های ورزشی و هواداران اون باشگاه‌ها وجود داره.
این بیدلیل نیست. از وقتی که مدیریت باشگاه تراکتورسازی به دست چند تا فرمانده های سپاه افتاد، دقیقا اینجور خواسته های قومی و هویت طلبی خیلی افراطی توی جایگاه های ورزشگاه هاشون شروع شد. و حتی همونجور که اشاره کردم، این من چون میگم به دلیل آشناییتی که از نظر از اقوام اونجا دارم، من حالا تهرانی هستم متاسفانه، همون فارسی هستم که مورد هجوم هستم، اما واقعیت از اقوام چون آشنایی میدانی دارم از تبریز و اطراف، میدونم که همیشه این حالت به صورت کاملا گسترده وجود داشته و تشویقم میشه. همونجوری که به درستی دوستان اشاره کردن، واقعیتش این رنگین کمانی جامعه ایران و این تنوع قومی یک امتیاز بزرگی است برای جامعه ایران و خوشبختانه ما تو تاریخمون تبعیض قومی نداشتیم. کما اینکه میبینیم مثلا یه عده حتی این رو فراتر میان، این عده و زبان فارسی رو که یکی از زبان مشترک جامعه ماست، زبان دیوانی و اداری جامعه ماست که سالها از قرون اعصار گذشته و این بقول معروف با فشار حکومتی و با مثلا دستور دولتی و اینها نبوده که زبان فارسی خودش رو اثبات کرده. وقتی که فرمان مشروطیت توی بارگاه شاهان قاجار داشته نوشته می شده که به زبان ترکی تکلم می کردن، ولی به زبان فارسی این فرمان مشروطیت نوشته می شه به دلیل که زبان مشترک جامعه است. این دیگه هنوز رضا شاه هم سر کار نیامده بوده که بگیم رضا خان بوده که مثلا این زبان فارسی رو این به قول معروف دامینیت شدن و برتریش رو با فشار ایجاد کرده و اینها. شاید یه تلاشایی بوده، من منکرون تلاش ها نیستم که نادرست بوده، بعضی از اقوام کوچ داده شدن توی مناطقی از قوچان، مثلا ما کرد داریم که کوچانده شدن به اون سمت از سالها پیش از زمان رضا شاه، اینها هست. ولی ما تبعیض قومی به این شکل که مثلا تو ترکیه اصلا اسم کرد رو شما ترک کوهی میذارن، یعنی ترک به قول خودمون ترک دهاتی فرض کن، یعنی میخوان با تحقیر ازش اسم میبرن، حتی یعنی حتی اسمش رو حتی سانسور میکنن. شما خب یه همچین چیزی تو جامعه ما نیست. یه جامعه ما اون تفاون آمیختگی و اینها بسیار زیاده. جامعه ما میزبان ارامنه‌ای بوده که مورد کشتار ترک ها قرار گرفتن. توی مرز ایران و ترکیه که میرید، همون اوایل مرز یک کلیسای شکسته هست، یه جاییست که اگر مثلا حتی توریستا خیلی میرن و چیز یکی از مراکز. خب اینها نشانه هاییست که جامعه ایران میزبان اینها بود. حالا اون موقع ها رو رقابت های عثمانی با مثلا حکومت ایران، ولی بعدها خب جامعه پذیرا بوده. ما شهرهایی داریم مثل یزد که تنوع دینی و تنوع قومی توش، تنوع دینی بسیار زیاده، شریک زرتشتی داریم، شریک یهودی داریم و شریک مسلمون، دو هم دارن سالهاست بیزنس میکنن. خب اینا رو اینا تو جامعه ما تبعیض قومی داره. جامعه ما عقب ماندگی قومی داره، یه مقدار به قول معروف تحت به قول معروف کمبود امکانات برای بعضی از مناطق بسیار زیاد. آره اینا همه درسته، اما ما این مسئله هست. مثلا اون بحثی که من بحث آسیب شناسی دارم، ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری سه دوره گذشته تا به حال در داخل جمهوری اسلامی، حتی برای کسب رأی آقای رضایی، آقای خود آقای روحانی، تو برنامه هاشون میان بحث نگاه به مسئله قومی رو حتی میگنجونن. این یعنی چی؟ یعنی که توی این دوستان اتاق فکری که بهشون طرح رو میده، از برداشته میدانیش داره میگه که این مسئله تو جامعه مطرحه. پس اپوزیسیون، ولی هنوز بخشی از اپوزیسیون حتی نگاه به مسئله نظام غیر متمرکزی رو که یکی از الگوهای مدرن و استاندارد پذیرفته شده برای جوامع چند قومی و چند فرهنگی است، ما داریم، هندوستان رو داریم، چیز رو داریم. اشاره‌ای که آقای مهمنش میکنن کاملا درسته. ما نمیتونیم کپی پیست کنیم مسائل جامعه نمیدونم آلمان و امریکا و کانادا و سوئد و اینها رو ببریم توی
جامعه ایران. اما این ضرورت وجود داره، انقدر این ضرورت شدیده که حتی نمایندگان منتخبین مثلا ریاست جمهوری هم میان از این استفاده، حتی تبلیغاتی هم که شده میکنن. خب ولی بخشی از اپوزیسیون تو این زمینه، یکی این، یکی هم ببینید من توی حالا جایی که هستیم توی کانادا فعالین قومی داریم، فعالین فدرال داریم که عاشق ایرانن و واقعا من توی جلسه ای بودم، یک کسی که واقعا جدای طلب بود حتی از جلسه بیرونش کرد، گفت من ایرانی هم افتخارم میکنم ولی در کن توی چارچوب جامعه ایران یک کردستان جدا میخوام، یه به قول معروف آذربایجان به قول من نه جدا، منظور فدرال میخوام. و یعنی به این شدت و حدت برخوردی بین نیروهای واقعا فدرال خواه و نیروهای جدای خواه وجود داره. ما اپوزیسیون باید بیایم به سمت اون، این تفاوت رو، این تفرقه رو بینشون کاملا ایجاد کنیم و خوب استفاده کنیم از نیروهایی که به قول معروف سر گریزه از مرکز ندارن، سر گریزه از جامعه ایران رو ندارن و اونها رو بهشون تریبون بیشتر بدیم. واقعا امکانات ندارن، خیلی امکانشون کم. ببخشید من صحبتام طولانی شد. یه مقدار یکی از آسیب‌های دیگه این که برنامه‌های نیروهای مرکزگرا و نیروهایی که به جامعه ایران تعهد تمامیت ارضی ایران رو قائل هستند، این هستش که یه نظام غیر متمرکز داشته باشن. یکی از دلایلش هم نه فقط بحث پاسخگویی به مسئله قومیه، یکی از دلایلش اینه که باز تولید استبداد تو جامعه ما نشه و این قدرت مرکزی یه مقدار تفکیک بشه که ما به سمت سوی بهتری بریم. از من تمام، من عذر می‌خوام اگر طولانی شد صحبت. خواهش می‌کنم، مرسی از شما. باید بگم که اون بخشای زیادی از صحبت‌ها رو دوستان مطرح کردن. ما در این بخش آخر که فکر می‌کنم همه دوستان ما در اینجا در این جمع تاکید دارن، این که چگونه ما بتونیم مسائل کشور رو حل و فصل بکنیم، یعنی اداره کشور، مدیریت کشور چگونه باید باشه که همه مردم ایران بتونن از امکانات مساوی برخوردار بشن، از حق شهروندی خودشون برخوردار بشن و این که بتونن در مناطقی که زندگی میکنن در اونجا بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. این مهم نیست که اون مناطق قومی هست غیر قومی هست، میتونه خراسان باشه، ایالت خراسان باشه، میتونه ایالت شمال باشه. من همین اخیراً یک خبر شنیدم، چون من خودم از شمال ایران هستم، از رامسر هستم، شنیدم که بالاخره بعد از سالها تلاشی که مردم غرب مازندران کردن، این مسئله استان شدن نور تا رامسر به هیئت رئیسی مجلس ارائه شده. اتفاقا یک کامنتی من اونجا نوشتم برای اون دوستان، یک فیسبوکی دارم، فیسبوک غرب مازندران، مازندران غربی ها با همون زبان محلی، نوشتم گفتم کار شما ارزشش میتونه در این باشه که همزمان که میخواین این منطقه ی استان بشه، سعی بکنید که یک ایالت بشه شمال ایران که بتونیم همه اونهایی که تو منطقه زندگی میکنن، در حاشیه خزر یا کاسپین زندگی میکنن، بتونن در واقع به همدیگه کمک کنن. این استانهای کوچیک مشکلی از اون مناطق حل نمیکنه، در صورتی که اگر 3 تا 4 تا استان گلستان، مازندران شرقی، غربی و شرقی و نمیدونم مرکزی و گیلان و تالش و نمیدونم اینا، همه اینایی که در بسیار به کاسپیان وصلن، بتونن یه ایالتی تشکیل بدن و بتونن دانشگاه بزرگتری داشته باشن، بتونن بسیار بیمارستانهای بزرگ داشته باشن و کمک بکنن به هم دیگه. این در واقع باید یه دنبال راه‌حل‌های گشت که راه‌حل‌هایی باشه که چیز نیست، در واقع راه‌حل قومی نیست، بر اساس قوم جدا نمیشه. اون تعدادی که تو تبریز اومدن میگم مرگ بر کرد، این مسئله خیلی بار منفی داره، یعنی این که ما در آذربایجان
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بودن. از آذربایجان غربی مردم، تعداد مردم کرد از آذربایجانی ها بیشترن. یعنی این مردم باید با هم زندگی بکنن. ما اونجا نیاز به یه ایالت قومی نداریم. ما اونجا نیاز به یه ایالتی داریم که مردم بتونن به همدیگه چی؟ کمک بکنن، منطقه پیشرفت بکنن، در خدمت پیشرفت باشه، در خدمت دموکراسی باشه. یعنی به درستی شما مطرح کردید آقای رضایی که ما باید بتونیم راه حل بدیم، راه حل پیدا کنیم. این راه حل ها وقتی که دامن زده میشه، به قول یکی از خبرنگارای معروف هند یه جمله جالبی میگه، میگه خیلی از این کشورها توی غرب یا توی کشورهای عربی وقتی به ایران میرسن میگن که حقوق این قوم یا حقوق اون قوم به اساس قومگرایی میذارن. گفت ما تو هندیا 80 تا زبان هستیم، ده ها قوم و قبیله هستیم، داریم با سرعت به صدا چیز حالا نور نگیم و با سرعت زیاد داریم پیشرفت میکنیم، با همدیگر داریم پیشرفت میکنیم. چرا وقتی به ایران میرسید که یک کشور تاریخی باستانی هست این برخورد میکنید؟ این انتقادش به در واقع رسانه‌های انگلیسی بود. مسئله دادن راه حل، یعنی یک طرف آسیب شناسی بسترهایی که هست، یک طرف دیگه هم اینکه چگونه. حالا حکومت مسئولیت پذیر نیست، مسئولیت قبول نمی‌کنه، حاضر نیست مسائل کشور رو به صورت مدیریت بکنه یا توانایی مدیریت اساسا نداره این حکومت. یه طرفش هم نیروهایی هستن که فقط بر اساس به صلاح همه چیز رو میخوان بر اساس قومیت گرایی حل بکنن. این وسط نیروهایی که برای دموکراسی مبارزه میکنن باید برنامه مشخص مشترک و مشخص داشته باشن، نه فقط برنامه مشخص داشته باشن، یعنی اینکه توافق برسن با همدیگر که یک برنامه به صلاح مشترکی داشته باشن، چون اینها باید بیان مسئولیت بگیرن. یعنی ما باید اینجوری فکر کنیم که این نیروها باید مسئولیت کشور رو باید بگیرن در آینده. این کارو میشه از طریق به صلاح گفتگو، از طریق بحث، از طریق تشکیل جلسات، اصلا یا اجلاس مشترک چندین و چند گروه برای حل این به صلاح حل این تیپ از مسائل تشکیل داد و مسائل کشور رو پیش برد. به این امکان پذیر هست، توافق هم زیاد هست بین مجموعه نیروهای دموکرات کشور، چرا که ما معتقد هستیم که مسئله مرکزی کشور ما دموکراسی است و مشکل بزرگ کشور ما حکومت دینی و استبداده. در نتیجه اگر اونهایی که معتقد به ایجاد دموکراسی هستن با دامن زدن به این که مرگ بر فارس یا مرگ بر ترک یا مرگ بر عرب یا مرگ بر کرد یا ما آریایی هستیم، ما اینا مسائل ارزونی هست که نیروهای مطرح میکنن که حاضر نیستن برای کشورمون مسئولیت بپذیرن. ما باید نیروهای مسئولیت پذیر باید جمع بشن و برای کشور کاری بکنن. همونطوری که صحبت کردیم حتما در آینده به این مسئله بسیار مهم دوستانی که در این زمینه تخصص دارن، مسائل در واقع ایالات و ولایات یا هر طرح دیگری که دوستان دارن، میتونیم دعوت بکنیم یه برنامه فقط راجع به این زمینه داشته باشیم در آینده. خیلی ممنون از دوستان، خیلی ممنون آقای میمنش، خیلی ممنون آقای رضایی، خیلی ممنون آقای نارنجی و تشکر از فرشاد عزیز و رنگین کمان و آقای فرهنگ قاسمی. خیلی ممنون.